اسطوره دنیای پررسلینگ ادی گوئرو، کشتیگیر فوق‌العاده با استعداد، از خانواده کشتیگیر و اصل و نسبدار در این زمینه 9 اکتبر 1967 در تگزاس به دنیا اومد و متاسفانه به دلیل حجم کار، پروازهای پیاپی از این شهر به اون شهر رفتن برای اجرای شو، مجبور به مصرف موادی برای افزایش انرژی شد که مصرف چنین موادی متاسفانه جونش رو میگیره. ادی گوئرو 13 نوامبر 2005 در سن 38 سالگی بر اثر ایست قلبی در اتاقش در هتل از دنیا میره و مرگ ادی خیلی‌ها رو شوکه کرد و این اتفاق باعث تغییرات اساسی در زمینه چکاپ و سلامت کشتیگیران شد و خیلی‌ها همچنان معتقدند که مالکان کمپانی WWE باعث شدند که ادی گوئرو چنین تجربه تلخی داشته باشه. توی این ویدیو قراره که بیشتر با این اسطوره تکرار نشدنی لاتینو هیت، دروغ، تقلب و کش رفتن آشنا بشیم. خانواده گوئرو شاید به اندازه خانواده ساموایی یا هارت معروف نباشن، اما سه نسل از اعضای این خانواده در دنیای پررسلینگ حضور داشتن و پدر ادی گوئرو به نام سالوادور که در رینگ با اسم گوری گوئرو شناخته میشه به همراه برادرش اولین نسل کشتی‌کشکاران این خانواده و دختر بزرگ ادی گوئرو به نام شال از مسیر خوانندگی و رقصندگیش فاصله میگیره و حرفه پدرش رو ادامه میده و در دسامبر سال 2010 با کمپانی WWE قرارداد امضا میکنه. شال با نام راکل دیاز پا به رینگ FCW و بعد NXT میذاره و 4 سال بعد در سال 2014 شال از کمپانی WWE جدا میشه و با ایدن انگلیش کشتیگیر سابق کمپانی WWE ازدواج میکنه و دختر ادی گوئرو خونه نشین نمیشه و 3 آگوست 2020 به عنوان آنونسر در کمپانی AEW شروع به فعالیت میکنه. لازم به ذکره که مادر شال ویکی گوئرو هم در این کمپانی فعاله. ادی گوئرو متاسفانه در برهه‌ای از زمان شلوارش دوتا میشه، اما به صورت قانونی تنها یک همسر داشته. ادی 24 اپریل 1990 فقط 6 روز بعد از مرگ پدرش با ویکی ازدواج کرد و این ازدواج در حالی بود که ویکی 3 ماهه باردار بود و 6 ماه بعد هم اولین دختر این دو یعنی شال به دنیا میاد و دومین دخترشون شرلی نمبر 5 سال بعد در 8 جولای 1995 به دنیا اومد. My name is Shawn Guerrero. I hail from the Guerrero Wrestling Dynasty. You guys might know my grandfather Gory Guerrero, my father Eddie Guerrero, my mother Vicky Guerrero, or you might even know my cousin Chavo Guerrero. I'm a third generation wrestling superstar and I'm here to tear it up at WOW. تو سال 2002 سومین فرزند دختر ادی گوئرو به نام کایلی ماری به دنیا میاد، اما این دختر از ویکی گوئرو نبود. بعد از فروپاشی WCW ادی گوئرو هم جزو کشتی‌گیرانی بود که به WWE منتقل شد، اما ادی فقط 1 سال توی WWE فعال بود و در اواخر سال 2001 به دلیل رانندگی در حالت مستی دستگیر میشه و از کمپانی WWE اخراج میشه. 1 سال از این ماجرا میگذره و بعد دوباره ادی گوئرو در رینگ WWE برمیگرده، اما توی این 1 سال توی این دی رسلینگ های مختلفی حضور پیدا میکنه و در رینگ آف هانر با تارا ماهونی آشنا میشه که این
این آشنایت باعث میشه تارا تبدیل به مادر بچه سوم ادی بشه. ادی گوئرو پر افتخارترین کشتیگیر خانواده گوئرو در دو دهه فعالیتش از سال 1984 تا 2005 در 6 کمپانی مختلف از 3 کشور آمریکا، مکزیک و ژاپن بوده که البته بیشتر کریرش رو در کمپانی‌های WCW، ECW، نیو ژاپن پرو رسلینگ و از همه مهمتر WWE سپری کرده. ادی در الپاسو تگزاس متولد شد و در سال 1985 از دبیرستان توماس جفرسون تگزاس فارغ التحصیل شد و از اونجایی که یک سال قبل از اتمام تحصیلش وارد رشته کشتی سنتی شده بود، تونست با گرفتن بورسیه وارد دانشگاه بشه، اما طولی نمی‌کشه که دانشگاه رو میبوسه، میذاره کنار رو میره سر وقت رشته ورزشی مورد علاقه‌اش، یعنی پرو رسلینگ. ادی گوئرو کریر پرو رسلینگش رو به عنوان یک لوچادور زیر نظر مستقیم پدرش که صاحب باشگاه رسلینگ کوچک محلی بود شروع کرد و حریف تمرینی اون زمان ادی برادرزادش چاو گوئرو که 3 سال از خودش کوچکتره بود و از اونجایی که از قبل تجربه حضور در کشتی سنتی رو داشت، خیلی سریع در پرو رسلینگ هم پیشرفت کرد و در کمتر از 2 سال تونست اولین قراردادش رو با کمپانی CMLL مکزیک امضا کنه. ادی 5 سال اول کریرش رو در این کمپانی گذروند تا اینکه در سال 1992 تونست وارد معتبرترین و بزرگترین کمپانی کشتی‌کج مکزیک، یعنی AAA بشه. یک سال بعد ورودش به AAA با کمپانی نوپای نیو ژاپن پرو رسلینگ قرارداد 3 ساله امضا کرد و در همین کمپانی بود که تونست نظر مدیر ECW یعنی پال هیمن رو به خودش جلب کنه. ادی گوئرو بعد از 3 سال فعالیت در AAA و نیو ژاپن پرو رسلینگ در سال 1995 به آمریکا برگشت و به ECW رفت و در 8 اپریل 1995 در همون روز دیبوتش قهرمان کمربند ECW World Television Championship شد. گوئرو مجموعاً کمتر از 6 ماه در ECW حضور داشت و در تمام این مدت فقط 7 روز قهرمان هیچ کمربندی نبود و از اپریل تا آگوست 1995 دو بار قهرمان کمربند World Television Championship شد. Wrestling is wrestling. No matter where you're at, it's a great opportunity for me to be here. ادی بعد از خروجش از ECW به بزرگترین رقیب تاریخ کمپانی WWE یعنی WCW رفت و تا منحل شدن WCW در سال 2000 به مدت 5 سال در این کمپانی حضور داشت. همچنین ادی قبل از دیبوتش به عنوان یک کشتیگیر رسمی به رینگ WCW در سال 1995 از 1989 تا 1990 به مدت 1 سال در این کمپانی به عنوان کارمند کار میکرد و حتی در فوریه 1991 در دارک مچ پیپرویو رسل وار مسابقه داده. در اواخر سال 1995 گوئرو همراه با کریس بنوا و دین ملیکو که قبلا در نیو ژاپن پرو رسلینگ و ECW باشون کار کرده بود به WCW برگشت. توی پیپرویو استارکید ورد کاپ تورنومنت که تقابل نماینده های کشتیگیران دو کمپانی WCW نیو ژاپن پرو رسلینگ بود، گوئرو به عنوان یکی از نماینده های WCW در مقابل شینجیرو اوتانی قرار گرفت که شکست خورد، اما اون سری با 4 پیروزی و 3 شکست به نفع تیم WCW تموم شد. یک سال بعد در دسامبر 1996 در پیپرویو استارکید گوئرو در فینال تورنومنتی سر کمربند یونایتد سی در مقابل دایموند دالاس پیج قرار گرفت و موفق شد با شکست دادن دی دی پی به اولین قهرمانیش در WCW برسه. گوئرو از عنوان قهرمانیش در مقابل اسکات نوروتون، ایکس پاک و کریس جریکو دفاع کرد تا اینکه در آخر کمربندش رو به دوست قدیمیش یعنی دین ملینکو باخت. بعد وارد فیود و درگیری با کریس جریکو سر کمربند کروزوویت شد و در 14 سپتامبر 1997 در پیپرویو فال برال با شکست دادن کریس جریکو به دومین قهرمانیش در WCW رسید. در سال 1998 فیود خانوادگی گوئروها بین ادی و برادر
برادرزادش چاو جونیور شروع شد که ادی چندان از این استوری راضی نبود و ادی احساس میکرد کشتیگیر پتانسیل دارتری و لیاقت یه تایتل شات جهانی رو داره، اما اریک بیشاف رئیس WCW زیاد باش موافق نبود و همین باعث شد ادی بعد از 2 سال از حضور در WCW ناامید بشه و برای چند ماه کمپانی رو ترک کنه. اما با وساطت دیگر مدیران WCW اختلافش با بیشاف رو برای منافع کمپانی کنار گذاشت و بعد مدتی در ماه اکتبر در کنار هکتور گارزا پدر انجل گارزا و دیمیان 666 به رینگ برگشت و اولین اقدامش تأسیس فکشن لاتینو ورد اوردر به اختصار LWO برای مقابله با NWO اریک بیشاف بود. به گفته ادی تأسیس این گروه که تشکیل شده از کشتیگیران لاتین بود اعتراضی به سیاست‌های نجات پرستانه اریک بیشاف بود، چون از نظرش بیشاف واقعا به کشتیگیران غیر آمریکایی اهمیت نمیداد و کشتیگیران با استعداد مکزیکی به پوشی که لیاقتش رو داشتن نمی‌رسیدن. هرچند که این فکشن که بعد از 1 سال تقریبا تمام کشتیگیران لاتین WCW رو جذب خودش کرده بود، با مصونیت ناگهانی ادی گوئرو به دلیل تصادف با ماشین در کریسمس 1999 منحل شد. بعد از افت کیفیت مدیریتی WCW در زمان رقابتش با WWE، وینس روسو استوری نویس برجسته WCW از این کمپانی اخراج شد و کوین سالیوان جایگزینش شد و ادی گوئرو هم با زمزمه از WCW خارج شد و با امضای قرارداد به کمپانی رقیب یعنی WWE پیوست و ادی به همراه رفیقای قدیمیش کریس بنوا، دین ملینکو و پری ساترن به عنوان گروه رادیکالز در شو را به تاریخ 31 ژانویه 2000 به WWE دیبوت کردن و توی همون اولین مسابقهش در رینگ WWE تا اومد یه فراگ اسپلش بزنه آرنجش در میره و برای چند هفته مصدوم میشه. اولین فیود ادی گوئرو در سال 2000 داستان عاشقانه با چاینا بود و اون زمان چاینا در کنار کریس جریکو بود، اما با شروع این استوری لاین چاینا به جریکو خیانت کرد و به ادی کمک کرد تا کنارمند اروپای جریکو رو ازش بگیره و اولین قهرمان کنارمند اینترکانتیننتال بودنش رو هم از طریق چاینا به دست آورد، جوری که چاینا در رینگ درازکش شده بود و ادی برای تسلی دادن چاینا کاورش میکنه و قهرمان کنارمند اینترکانتیننتال میشه. در نهایت کم کم این استوری داشت به پایان میرسید که داستان عاشقانه این دو به زندگی واقعی کشیده میشه و ادی گوئرو واقعا به چاینا علاقمند شده بود و به همین دلیل زمانی که چاینا برای عکسبرداری مجله پلی بوی به امارت هیو هفنر رفته بود، ادی تلاش کرد به اونجا حمله کنه و مانع ادامه عکسبرداری بشه و بعد از اتفاقات اون روز و دقیقاً زمانی که همه بر این باور بودن که چاینا ادی رو ترک میکنه، ادی از چاینا خواستگاری میکنه و چاینا هم قبول میکنه، اما دوران نامزدیشون زیاد طول نمیکشه و رابطه این دو با خیانت ادی به چاینا تموم میشه. یک سال بعد در اواسط سال 2001 ادی به خاطر استفاده بیش از حد از داروهای مسکن به کدوئین اعتیاد پیدا کرد و در ماه می 2001 به مدت 6 ماه در کمپ ترک اعتیاد بستری شد و در 9 نوامبر همون سال به دلیل رانندگی در حالت مستی بازداشت و 3 روز بعدش هم به مدت 5 ماه از کمپانی WWE اخراج شد. 3 هفته بعد از رسلمنیا 18 در شو را به تاریخ 1 اپریل 2002 به WWE ادی گوئرو برگشت و سر کنارمند اینترکانتیننتال با RVD درگیر شد و در طی این فیود تونست برای بار دوم قهرمان کنارمند اینترکانتیننتال بشه. فیود و درگیری بعدی گوئرو میتونست مهمترین فیود تمام کریرش در مقابل استون کولد استیو آستین باشه، اما آستین قبل از برگزاری اولین مسابقه شون WWE رو ترک کرد. در نخستین دوره درافت های WWE در سال 2002 ادی به همراه کریس بنوا به برند تازه تأسیس اسمکداون منتقل شدن و با برادرزادش شاو گوئرو تک تیم لوس گوئروز را تشکیل دادند و تا قبل از انحلال تیم به دلیل مصونیت چاو یک بار قهرمان کنارمندان تک تیم شدن. ادی بعد از چاو با کشتیگیر ژاپنی تاجیری تیم میشه و میتونه برای بار دوم به عنوان قهرمان کنارمندان تک تیم شناخته بشه. ویوا لا راسا
If you're not cheating, you're not trying. در ماه جولای 2003 ادی گوئرو در تورنمنتی سر کمربند یونایتد سید شرکت کرد و با شکست دادن دراگون و بیلیگان به فینال تورنمنت رسید و در پیپرویو ونجنس در مقابل کریس بنوا قرار گرفت و با دخالت راینو و خیانتش به بنوا ادی تونست برنده مسابقه بشه و برای اولین بار قهرمان کمربند یونایتد سید شد. اولین درگیری جان سینا سر کمربند با ادی گوئرو سر همین کمربند یونایتد سید بود که در یک مسابقه لاتینو هیت پارکینگ لات برال مچ با دخالت چاو گوئرو جان سینا بازنده مسابقه اعلام شد و ادی حفظ تایتل کرد. بعد از بازگشت چاو یک بار دیگه تک تیم لوس گوئروز تشکیل شد و این دو تونستن برای بار دوم قهرمان کمربندان تک تیم بشن و ادی گوئرو برای اولین و آخرین بار در کریرش تبدیل به دابل چمپیون شد. بالاخره ادی کمربند یونایتد سیدش رو در پیپرویو نو مرسی به بیگ شو باخت و بیگ شو هم کمربندش رو 5 ماه بعد در رسلمینیای 20 به جان سینا واگذار کرد تا اولین قهرمانی جان سینا رقم بخوره. تک تیم لوس گوئروز 4 روز بعد کمربندان تک تیمشون رو به تیم بشن برادرز واگذار کردن و پس از خیانت چاو به ادی این تک تیم از هم پاشید. بعد از اینکه کریس بنوا با برنده شدن در مسابقه رویال رامبل 30 نفره سال 2004 به مین ایونت رسلمینیای 20 راه پیدا کرد، به عنوان حریف تریپل ایچ رو انتخاب میکنه و به برند را منتقل میشه. در شو اسمکداون هم بعد رویال رامبل ادی گوئرو در یک مسابقه رویال رامبل 15 نفره پیروز میشه و به عنوان نمبر وان کانتندر کمربند WWE در برند اسمکداون شناخته میشه. ادی در 15 فوریه در پیپرویو نو وی اوت 2004 با دخالت گولدبرگ براک لسنر رو شکست میده و برای اولین بار قهرمان کمربند WWE میشه و تایتل رین 150 روزه براک لسنر رو دود میکنه میره رو هوا. همچنین ادی گوئرو با این پیروزی تبدیل به 6th گرند اسلم چمپیون تاریخ WWE شد. اولین فیود ادی سر کمربند WWE با کورت انگل بود که موفق شد در رسلمنیای 20 کورت انگل رو شکست بده و بعد از قهرمان سنگین وزن شدن کریس بنوا در مین ایونت رسلمنیا، ادی گوئرو هم به جشن پیروزی دوست قدیمیش یعنی کریس بنوا میپیونده. But let's not forget the history of these two men. Eddie Guerrero. درگیری بعدی ادی گوئرو سر کمربند WWE با JBL بود که این دو در مین ایونت پیپرویو گریت امریکن بش 2004 که با میزبانی توری ویلسون برگزار شده بود در یک مسابقه به سبک تگزاس بول روپ مچ به مسافه هم رفتن و مسابقه با پیروزی ادی به اتمام رسید. اما بعد از پایان مسابقه جنرال منیجرش و اسمکداون کورت انگل وارد سالون شد و گفت به دلیل اینکه شونه JBL زودتر از ادی ترنباکل 4 لمس کرد، JBL رو برنده مسابقه و قهرمان جدید کمربند WWE اعلام میکنه. بعد از Great American Bash گوئرو کورت انگل رو دلیل واگذاری کمربندش میدونه و وارد درگیری با کورت انگل و JBL میشه که در طی این درگیری با بیگ شو متحد میشه و جنرال منیجر شویرا تدی لانگ یه مسابقه 4-4 بین تیم گوئرو و تیم انگل برای پیپرویو سروایور سریز 2004 ثبت میکنه که توی این مسابقه تیم گوئرو پیروز میدان میشه. قبل از برگزاری مسابقه رویال رامبل سال 2005، زمانی که کشتیگیران برای مشخص شدن شمارهشون گردونه ای رو میچرخوندن، گوئرو و ریک فلر با هم این کارو کردن و بعد از مشخص شدن شماره هاشون ادی مخ فلر رو زد و شماره 30 رو ازش گرفت. اما تدی لانگ با این کار موافقت نکرد و قرار شد ادی سر همون شماره خودش وارد رینگ بشه. ادی به عنوان نفر اول وارد رینگ شد و تقریبا نیم ساعت توی مسابقه بود تا اینکه توسط اج و شد. جان سینا و باتیستا دو نفر پایانی مسابقه رویال رامبل اون سال بودن که در آخر باتیستا موفق شد پیروز مسابقه بشه. بعد از رویال رامبل ادی با دوست قدیمیش یعنی ری مستریو تیم شد و در 20 فوریه در پیپرویو نو وی اوت 2005 برای 4th بار قهرمان کمربندان تک تیم شد و این آخرین قهرمانی ادی گوئرو بود. بعد از قهرمانی تک تیم ادی و مستریو، چاو گوئرو برگشت و ادی که ترجیح میداد
گروه لس گوئرز دوباره تشکیل بشه، مستریو رو برای یه مسابقه تک به تک در رسلمنیا چالش کرد که اون مسابقه با پیروزی ری مستریو به پایان رسید. بعد از رسلمنیا تنش بین ادی و مستریو شدت گرفت تا اینکه 3 هفته بعد در شو اسمک داون 21 اپریل این دو کمربندان تک تیمشون رو به تیم MNM تشکیل شده از جانی نیترو و جوری مرکوری باختند و بعد از اون فیود و درگیری بین گوئرو و ری مستریو شروع شد و ادی یه گیمیک جدید برای خودش انتخاب کرد و تبدیل به بدترین نسخه هیل خودش شد و بعد یه مدت این درگیری رو شخصیش کرد و پای خانواده مستریو رو به این فیود باز کرد و اعلام کرد که دامانیک در اصل پسر خودش و این دو در شو اسمکداون به تاریخ 9 دسامبر 2005 در یک مسابقه لدر مچ برای گرفتن حق حضانت پسر ری مستریو یعنی دامانیک با هم مسابقه دادن که ری مستریو برنده مسابقه اعلام میشه و فیود ناموسی بین ادی و ری به اتمام میرسه. بعد از اون درگیری تاریخی ادی گوئرو نامبر وان کانتندر سر کمربند سنگین وزن معرفی میشه و با باتیستا قهرمان کمربند سنگین وزن اون زمان در 9 اکتبر در پیپر ویو نومرسی 2005 که آخرین پیپر ویو ادی هم بوده به مسافه هم رفتن که اون مسابقه با پیروزی باتیستا به اتمام میرسه. ادی گوئرو در 11 نوامبر 2005 دو روز قبل از مرگ ناگهانیش در شو اسمکداون به مسافه مستر کندی رفت و با پیروزی در مقابل کندی به جمع اعضای تیم اسمکداون در مسابقه 5 به 5 سروایور سریز 2005 که 2 هفته بعد برگزار میشه ملحق شد، اما متاسفانه عجل مهلتش نداد و رندی اورتون جایگزین ادی گوئرو در تیم اسمکداون شد. ادی گوئرو با اسم کامل ادواردو گوری گوئرویانس یک شنبه 22 آبان 1384 در روزهای اوج کریرش در هتل ماریوت هتل سیتی سنتر در شهر مینیاپولیس ایالت مینسوتا در اثر ایست قلبی درگذشت. Tonight as we pay tribute to the memory of Eddie Guerrero. به گفته این مدیران کمپانی برنامه استوری نویسان WWE برای ادی گوئرو این بوده که در شو اسمکداون هفته بعد با پیروزی در یک مسابقه تریپل ترد مچ در مقابل باتیسا و رندی اورتون برای اولین بار قهرمان کمربند سنگین وزن بشه و همچنین به گفته روی مستریو که خودش برنده مسابقه رویال رامبل سال بعد شد قرار بود که ادی با پیروزی در مسابقه رویال رامبل مچ 2006 به مین ایونت رسلمنیا 22 راه پیدا کنه، اما با مرگ ناگهانیش روی مستریو جای گزینه شد و زمانی که در رسلمنیا 22 با شکست دادن رندی اورتون و کورت انگل قهرمان کمربند سنگین وزن شد ویکی و چاگوئرو در جشن پیروزیش حاضر شدن. ادی گوئرو کسی که از تصادف مرگبار جون سالم به در آورد و نزدیک بود برای همیشه روی ویلچر بشینه با مرگ خودش همه رو شوکه کرد و شکی نیست که ادی در ذهن و قلب هواداران پرو رسلینگ همیشه زنده خواهد موند. ادی گوئرو اسطوره بی تکرار در سال 2006 به عنوان هال آف فیم کمپانی WWE شناخته شد. Hey Chris, this is Eddie Guerrero. Hi Nancy, how you doing? This is Eddie, Biggie, Shaw and Sherilyn. And we all want to say hello to you and Daniel and Chris and the whole family. We hope you guys are doing great. And just want to let you know the next time you guys are around in Phoenix that you guys got a home to come stay with us with. We're really looking forward to your company. But anyway, the reason I'm calling is I'm trying to get a hold of Chris. And the reason is because I got to fly into Minneapolis tonight. And I don't know if Chris is flying in tonight or tomorrow morning. But I know I got to fly in tonight. So Chris told me he was going to set up the hotels because... Saturday, 3:50 p.m. Hey guys, this is Eddie, just finishing up my call. So yeah, that's just it. I'd like to find out what hotel it is and
because I might have to reserve my room for an extra night, Chris. So if you could get back to me as soon as you can, I'd greatly, greatly appreciate it, Chris. Okay? Thank you, brother, and God bless you, man. And I'm sorry to disturb you, okay? Take care, man. My best to your family. Bye-bye. چه حیف شد که چنین اسطوره افتاده و فروتنی در سن خیلی پایین از دنیا رفت و تصورش هم حتی سخته که اگه ادی گوئرو در حال حاضر زنده بود چه اتفاقات باحالی میتونست در دنیای پرورسلینگ رخ بده. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. مرسی که اپیزود اول مستریوس دستنی یا سرنوشت مرموز رو دیدید. ویدیو رو لایک کنید و برای دوستانتون هم بفرستید و اینجور که نشون داده میشه 53% هنوز کانال یوتیوب منو سابسکرایب نکردید. سابسکرایب کردن کاملا بدون درد و خونریزیه، پس انجامش بدید و از طریق سایت raymit.ir/thegame666 میتونید اسپانسر ویدیوی هدف دونیت باشید. تا ویدیوی بعدی مراقب قلب مهربونتون باشید.